زینت خانم. بله زینت خانم. بله زینت خانم. بله آقا بگو حرفت بزن. ببخش مزاحمتون شدم. تو همیشه مزاحمی. بگو. خواهش من، شما همیشه من لطف داشتین. زینت خانم یه مشکل خانوادگی دارم، نمیدونم دوستانم خیلی زودتر حل شه. باز چه کلکی تو سرت جور کردی؟ نمیدونم زینت خانم، شما که میدونی من یه مرد عاشقم. آو مرد عاشقی. ببین واقعا نرگس از ته دل دوست دارم، منتها شغل و شرخم میذارن کارم میخوام بندازن عقب. خوب کاری میکنن، با تو هر کاری بکنن کم کرده. نمیدونم زینت خانم، نمیدونم چرا این نمیشه که جور بشه. من برم سر زندگیم. مادر نرگس با من صحبت کرد، از 2 سال پیش که تو سرکلت اینجا پیدا شد این بدبخته را اسیر کردی، 2 دفعه 3 دفعه رفتی خواستگاری، هی وعده وعید دادی، آخرم هیچ غلطی نکردی. من مادر نرگس دیروز دیدم، باشم صحبت کردم، ولی وقتی رفتم و پدرش خودش صحبت کنم یه جور برخورد کردن. بابا ما نام زدیم مثلا، نمیدونم. حالا دو شکارت بکن. عباس آمد تخمه نشکن مجید، صداش میره تو مخم. بابا من متمرکزم، تو کارت بکن آقا جون. ببینش کروش مجید. حالا داداش حالا بفرم. دستگاه دقیقا اینجا رو نشون داده، کنار حوض 3 متر و 40 سانتی متر زیر زمین. از اینجا باید شروع کنیم. این کار به محاسبات خیلی 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 دقیق احتیاج داره، بر اساس 3 فاکتور اصلی: زمان، سرعت و دقت. همینجوری هرتی پرتی و شرتی پرتی نمیشه الکی رفت توش، به هم میریزه. این کار دقیقا مثل واز کردن یه قفل پیچیده یه که کلیدش گم شده. درست؟ ببین اینجا را اگه 90 سانتی متر در 90 سانتی متر 3 متر بکنیم بریم پایین، طبق محاسبات دقیقی که من انجام دادم هر 5 سانتش میشه چند کیلو خاک؟ 15 کیلو خاک. البته اگه سنگ و نخاله اینا نداشته باشه، اگه داشته باشه 1 یا 2 کیلو هم بهش اضافه میکنیم. خود نرگس هم انگار یه جوری سرد شده. کمکم کن زینت خانم. خب چرت و پرت نگو، کمکم کن. شما اگه یه توک پا بیای اونجا صحبت کنی همه این مسائل حل میشه، من مطمئنم. نمیدونم اصلا انقدر تنهام زینت خانم، انقدر بیکسم، وگرنه مزاحم شما نمیشدم. میدونم که تو این چند وقتم همیشه زحمت داشتم برای شما. من همش به نرگس فکر میکنم، همش به زندگیمون فکر میکنم. یه موقع زینت خانم یاد بچگی ها میفتم، زمانی که پدر مادرم بالا سرم بودن. نمیدونم. اشکال نداره بریم، اگه بیایم بریم صحبت کنیم که ایشالله حلش. باشه بریم، ایشالله درست میشه. ایشالله حالا خودتون ناراحت نکنی، ایشالله درست میشه. همینجوری میانی و ایشالله بریم. همینجوری بریم. من مادر نگه. مسئله مهم بعدی خارج کردن این خاک از خونه است. چجوری؟ خب این کار رو من انجام میدم، یه کیسه هایی در نظر گرفتم که از طریق پنجره ما میتونیم خاکا رو بندازیم بیرون. به هر حال برای اینکه تو درد سر نیفتیم باید قوانین ریاضیات و فیزیک به شدت رعایت بشه، تانژانت، سینوس، همه اینا. ما قوانین ریاضی به چه درد میخوره داشت من؟ نگاه کن یه ذره اشتباه کنی همین تونل رو ببینیم رو سر هممون خراب میشه، اون وقت میشه قبر هممون.
از نظر من دو دوتا یعنی 6 تا داداش. همین. آخه تو از قوانین ریاضی تو فیزیک آخه چی سرت میشه؟ خیلی خوب بسه دیگه. بذار حرفشو بزنه مجید. بگو. یه چیز خیلی باید حواستون باشه. اونم اینه که تمام این اتفاقات بعد در یک سکوت کامل به وجود بیاد. مثل ترانه های بی صدای من. به این شاعرانگی. نازنین. توی چند مرحله تو باید زینت رو از اینجا دور کنی تا ما بتونیم مراحل اولیه کندن رو انجام بدیم. باشه، سعیمو میکنم. نازنین خانم، سعی شما برای ما اهمیتی نداره. باید واقعا این اتفاق بیفته. کوروش جان، بازم سعیمو میکنم. متشکرم. آه، سهیل سلمان، شما باید حواستون حسابی به اطراف باشه، مخصوصا همسایه ها. میدونین که میتونن حسابی درد سرساز باشه. مجید فرزین، مراحل اولیه کندن با شما. مسلما یکم که جلو برین جمعون رو عوض میکنی. حالا داداش، حالا ببینم الان سهیل کجاست؟ شما واقعا فکر میکنی ما چجوری دور هم جمع شدیم؟ این پسر خیلی فیلمه. کنترین بیلوار سه سده بوده کلیم خراب شد. باش زینت خانه، فقط تو رو خدا ببین یه جور صحبت کن که جمله ها تفهیم باشه. این مادر نرگس خیلی خانم محترمی هم اتایی نمیگیره. توی 4-5 ساعت قشنگ بشین برای صحبت کن. اوه چه خبر از 4-5 ساعت؟ میخوایی زنده رو دیوانه کنیم مگه؟ خب یک ساعت و نیم صحبت کن. مدل 4-5 ساعت صحبت کن. فشورده MP3 صحبت کن. چی؟ حرفاتو با هم میکس کن. میدونی؟ سلام زینت خانم. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ سلام مادر جون. منم خوبم، خیلی ممنون. میبینی مادر جون، میبینی همه اهل محل هوایی ما رو دارن. زینت خانم به خدا این آقا سهیل اینقدر ما رو اذیت کرده، ما رو جون به سر کرده. شما نمیدونی چقدر ما رو اذیت کرده. نه بابا اینجوری نیست، پسر خوبیه. انشالله آینده داره میخواد دختر شما رو خوشبخت کنه. بیا بریم حالا من برای تو حرف دارم. منم خیلی حرف دارم زینت خانم. تو این فاصله که زینت خانم برای شما حرف داره بگی نرگس هم بیاد پایین، منم براش حرف دارم. نرگس امتحان داره. سلام نرگس، چطوری؟ سلام، خوبم. چطوری هو این موقع؟ اومدم ببینم پول مول لازم نداری؟ چطور مگه؟ خب دیگه هزینه‌های خورد و یکم بیشترش کنم. این همه؟ آره، گفتم یواش یواش وایس درست میشه. حالا کاریم کنم که دیگه خیاطی هم نری. بشینی سر درسات. دست درد نکنه ولی ببین فقط یه کاری کن. اون گوشیم بود که زنگش خراب بود. دیگه گوشی عوض نکردم، یه خط یه گوشی جدا گرفتم. بیا فقط سکته بین خودمون بمونه، این خط برای من و تو، اونم که خط کاریه دیگه. حالا دیگه نمیخواد اینقدرم هزینه کنی. نه بابا چیزی نشد، برو درسات برس. مواظب خودت باش. باش، سلام برس. چرا تو؟ حالا یکی دیگه بود. آخه کوروش بچه قیتریه، بی درد بی غم. هیجان دوست داری؟ آره. خوبیش میدونی چیه؟ که کسی تو دردسر نمیندازی. حالا مطمئن باش خانوادت نمیدونن کجایی، چی کار میکنی. از اون بچه های دردسر ساز نیست.
میشه ازت خواهش بکنم تو چیزایی که بهت رب پیدا نمیکنه زیاد فضولی نکنی؟ دخالت نبود. کنجکاوی و درد دل با هم. کنجکاوی هم نکن. اینقدرم صدایی اون فندک رو در نگر. خب؟ این فندک رو فقط برای صداش خریدم. میدونی؟ چون بالاخره منم یه سهمی دارم. خیلی دوست دارم زودتر این کار ردیف شه. اگه ردیف شه کروش یه مهمونی میدم. یه سور میدم. یه مهمونی بزرگ. همه تونم دعوت میکنم. هر کم دوستشین برداریم بیاریم. سهیل تا فردا 8 صبح باید اینجا باشی با چند تا بیل و کلنگ. چند تا بیل چند تا کلنگ؟ دو تا بیل دو تا کلنگ. میخوای دو تا بیل دو تا کلنگ؟ یه لگنم بوتون آرمه بیارم. قبلشون اونا تمرین میکنیم که وقتی رفتیم تو زمین. میخوام ازت وقتی جدی حرف میزنم شوخی نکنی. یه چند تا کیسه بزرگم بگیر خاکا رو بریزیم توش. در ضمن یه جوری بیار که کسی نبینه. چجوری تو جیبم که نمیتونم بذارم؟ خب ستارش کن. موقعیت سوقل جیشیمون اجازه میده که قبل خاکریز بذارم پشت. من دارم میرم بیرون. بلند شو تارم تا یه جایی ببرم. یه لحظه بایست کلوشون پول پیشم هست. مطمئن کنم این حسابا قاطی نشه با این جیبم و اون جیبم قاطی نشه. حالا هزینه های خوردش پای خودم. فقط این که همین که الان دسته چنده؟ چقدر؟ فاکتورش یاد نره. اون پولا که پولی نیست که آقا سلمان. حالا بذار سهممونو بگیریم. اونا پوله. بعضی وقت زیادیش هم درد سر آقا سوه. مادر نظری داریم. بیاین پایین. خدا قبول کنه. انشالله که قبول میکنه. ببین با این اینجوری میزنی میکنی. بده مامان بده من الان میاد بیرون. عجله نکن. چند دقیقه اینجا افتادی نمیشه. چی؟ تا بیاد پایین طول میکشه. بیا. بیا. بیا بالا. بیا بالا. بالاخره راضی شد با زری خانم بره. فقط زودتر شروع کنید. حله مشکلی. دیگه خیلی دارین لفتش میدین. چی شد؟ شروع کنیم. بچه بکنی. حله داشت. حله We'll be right back.
سلام. علیک سلام. این چیه؟ این برای این که هم خوب بخوابین همین که پوستتون. آها، برای پوستم خوب بشه چروک پروک نشه. بله. پیرشی دختر جان، دست در نکنی. شب بخیر. شب بخیر. ما را زدی؟ چی اینجا میپلی که واسه خودت؟ بله؟ زنگ خونه ما رو شما زدی؟ یه نفر زنگ زده از اون بالا من اومدم پایین شما رو دارم میبینم. خب هر کی اینجا رد میشه زنگ میزنه منم. ولی یه نفر زمان بالا بودم، یه نفر زنگ زده گفت بیا پایین. کی بود من نمیدونم. گفت نامه داری. حالا دارم تو رو میبینم، حتما تو بودی دیگه. خب حتما پستچی بوده. حتما توی دیگه. شما این وای میسون بالا نگاه میکنی دیر میرسی پایین، اونم رفته. راستی از این دوربین جدیدا اومده، از این دوربینه که دورو میبینه. یه موقعی مثلا کسی کاری داشتیم می‌خواستیم اون بالا راحت تر ببینید، من بیارم خدمتتون دوربینم. لازم نکرده. من خودم اغلق کلم، نمیخواد تو به من بگی. فوزیلو بردن جهنم، گفتن هیزمش تره. بعدش هم با اون زیلوه چیکار میکردی تو؟ داشتیم گردگیری میکردیم. گفتم بهتون که فرشتون رو برمی داشتیم میآوردین، من براتون تمیز میکردم. خیلی پر رویی دیگه این برای نبینم تا زنگتو با قیافت. خیلی ممنون بابا. تو دیگه چی میگی؟ بس بنام تو محل چه خبره؟ پر فضول شده. ای بابا راست بگی برا. خدمت میرسیم. الو. الو. سلام. سلام. تو باز بوی دوا شنیدی زنگ زدی؟ خودتو لو دادی. ببینم چه اشکالی داره زنگ بزنم حالتو بپرسم ها؟ اشکالش اینجاست که رفیق آدم مشاور خانواده‌ام باشه. خیلی دلت بخواد. تقصیر منه که مفت و مجانی تو رو ویزیتت میکنم. من حاضرم یه چیزی دستی بدم که تو سکوت کنی. خیر، مثل این که حالت بده. ببین، برای پوستت ضرر داره ها. ای بابا، گور پدر هرچی پوست و جوونیه. من دلم میخواد بمیرم، تو از پوست حرف میزنی؟ نه خیر، مثل این که تو قرصاتو نخوردی. خب بگو چی شده؟ چه کارم داری؟ با تو کاری ندارم. کار اصلیم در رابطه با کمنده، با اون کار دارم. کمند؟ مگه چی شده؟ باید ببینم اتون. فعلا خداحافظ. خدا رحم کرد این موبایلم شده بلای جون آدم ها. تصادف شد؟ به خیر گذشت. مرده داشت با موبایلش همجوری حرف میزد، وسط خیابون رد میشد. راننده هم با سرعت اومد. حالا خوب الحمدلله به موقع ترمز زد. بنده خدا نزدیک بود تصادف بشه. مرده چون مقصر بود از راننده عذرخواهی کرد و رفت. راننده هم آروم شد. مهشید
تشنه دیدن این لحظاتم. آره لحظه های قشنگی. خب تو که میدونی چرا این لحظه ها رو به وجود نمیاری؟ تو از کجا میدونی که من به وجود نیاوردم؟ وقتی چمدون تو میبندی یعنی اهل اعتراف نبودی، اهل گذشت نبودی. کمند پس منو اینجا کشوندی که محاکمه کنی. بشین منشید آروم باش. خوبه که روی در اتاق من دیدی روی اتیکتش چی نوشته؟ مشاور خانواده. من اینجا نشستم تا به مشکلات مردم رسیدگی کنم، گره از کار و زندگیشون بردارم. خودت هم که میدونی بابتش هیچ حقوقی نمیگیرم، حقوق من و مردم با دست گل و شیرینی میدن. مهشید جان برات آرزوی موفقیت میکنم. مهشید تو 5 دقیقه به راحتی میشه یه چمدون رو بست، اما تو 5 دقیقه نمیشه جلو سقوط زندگی رو گرفت. تو خودت خوب میدونی که من بچه طلاقم، امثال من انگوش شمارن. جدایی کلید 1000 راه بنبسته. مهشید اگه تو گذشت داشته باشی مطمئن باش طرفت هم گذشت میکنه، باید بهش فرصت بدی. خدا به سلامت. با آقا سوهی سلام برادر. خوبی؟ شما چرا؟ التماس دعا گرفتی؟ بازیت گرفته؟ میگم گرفتی. یک دو برای کیه؟ 7 صبح الحق که مارمولکی. سیانورمون نمک نداره. نهار در خدمتی برادر. بالاخره سهیل بلیط‌ها رو گرفت. برکلا طرف ارث شده. نازنی؟ بله. بلیط‌های مشهد جور شده، بقیه کارا میمونه با تو. بعد بریم باهاش جوری صحبت بکنیم که راضی بشه. خوب گوش کن، نه نمیخوام بشنوه. این تنها راهیه که واسمون مونده. با تو باشه. زینت خانم، ای بزرگوار، آخر عطوفت، اواسط مرمت، پایان رفعت. خیلی خوب، کلکه بکن، چایی رو بیار بزن اینجا. حالا یه چایی ریختی ها، انگار گنجش کلده خورده، هی حرف میزنه. بفرمایید. هم قند بود هم شکلات بردم. دست در نکن. عجب اتاق قشنگیه. اینجا رو مشتری نشون نداده بودم. اینم که یه بند وایسه دادن پنجره. اون کارش همینه، نارش همش هم سر پنجره میخوره که نکنه یه وقت یکی بره بیاد نبینه. زینت خانم شوهرتون کی مرحوم شدن؟ والا نازنین جان 4 سال پیش رفته بود بم کمک زلزله زده ها. می گفتم وقتی داشته یه پسر 3-4 ساله رو از زیر آوار در می آورده این بیلوارس تیراهن می افته روش، همون موقع تمام میکنه.
خدا رحمت کنه. تیورس چیه؟ این یه نوع تیرهن فرانسویه، تو ایران کمیابه. یعنی صاحب مرده. ولی زینت خانم شوهر خودتونم عین خودتون آخر عطوفت بودن. این چیه؟ بلیط هواپیماست برای زیارت مشهد. مشهد؟ بله دیگه، مشهد. سر این خوبه؟ آب گرم داره. یا کیش؟ اصلا میگم بچه ها بیشتر هزینه کنن بری دبی. آها فهمیدم، این از طیاره میترسه. خب با اتوبوس میری. مشهد؟ خب مگه چیه؟ نه میدونی چیه؟ آقا دیشم خواب مشهد دیدم. ای بابا سلوات بفرستی. سلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. راستش زینت خانم، ما خیلی نشستیم فکر کردیم که چجوری میتونیم از شرمندگی شما در بیاییم. برای همین با بچه ها نشستیم هم فکر کردیم، گفتیم چیکار کنیم. تصمیم گرفتیم شما رو بفرستیم بریم مشهد. البته دو تا بلیط گرفتیم چون نازنینم با شما میاد. خوش سفره، بهتون خوش میگذره. این کمترین کاری بود که ما میتونستیم برای شما بکنیم. به سلامت. دردم اومد. اون چی میگه؟ من میگه که به سلامتی انشالله سفر خوبی در پیش داشته، خوبی در پیش داشته باشید. آخه حالیشه نه؟ آره میفهمه، شکسته شکسته میفهمه دیگه. من شرمنده میکنی، دست شما درد نکنه. با خدا من اگه میدونستم نمیذاشتم این کارو بکنیم. بلا میسه لطفش به اینه که نمیدونستین. نگید زینت خانم، زحمت خریدن بلیطا رو آقا سهیل به گردن گرفتن. آخه بیا سهیل، بیا عجیب بخور. قدر این سهیل رو بدونی، این باعث شد که من به شما پناه بدم. حالا دیگه خزینه های خوردشم رفتیم اینجا پای خودم. حالا چند روزه میریم؟ من زیاد اهل سفر نیستم ها. ما گفتیم یه بلیط دو روزه بگیریم که یه روز که تو راه رفتین یه روزم برگشت. سرجم فکر کنم یه ساعت اونجا باشید. نه منظورش اینه که یه ساعت میرید یه ساعت برمیگردید، در واقع دو روز اونجایی. گفتیم دیگه چون شما به قول معروف سن سالی ازتون گذشته خسته نشین، برامون گفتیم دو روزه بگیریم. چه حرفا، تو خیال میکنی من چند سالمه؟ مگه از تو هم خیلی جوونترم. این حرفا رو میزنی که خیتت میکنم ها. ببخشید. آخه میدونی چیه؟ من خودم میدونم سن و سالی ازم گذشته، ولی دوست ندارم به من بگم پیر شدی. وقتی خودتم پیر شدی پسر جان میفهمی من چی میگم. زینت خانم ما دیگه مزاحمتون نمیشیم. شما هم هر وسیله‌ای که لازم بود برای سفر جمع کنید، اگه کمکم خواستین من در خدمتتونم. نازنین جان تو بمون، بذار اینا برن. آخه من زیاد سفر نکردم، نمیدونم چی چیزایی رو باید بردارم. تو با من اینجا بمون، کمک کن من بدونم چی باید بردارم. باش زینت خانم، فقط دیگه رفتین اونجا برای این برادر سلمان التماس دعا داریم. آخه تفلک، من همه تون رو دعا میکنم، مخصوصا اینم. خیلی دلم به حالش میسوزه. از وقتی که گفت این افسردگی داره همش فکرم پیش اینه. قصه نخورزایی بلا میستن. انشالله خوب میشه، انشالله زبان تو هم باز میشه. انشالله که زودتر شفا پیدا کنه. برادر سلمان، ما همه این جمع خیلی زیاد خیلی مخلصیم، همه کم نه زیاد انقدر. خیلی خوب دیگه سهیل جان، فکر کنم باید بریم دیگه. بلنشی بچه ها، با اجازه بریم. با سلامت، مواظب خودتون باش. بریم دیگه. خیلی خوب، خداحافظ.
این موقع هم بلکونی همش بایی سدن پنجره اونم چی میخواد؟ آقا سلمان بفهمه خوبه هر کنم یکی یه اتاق دارید بعد یه روز بیام مهمونی خونتو سلام علیکم بفرمایید الو سلام بفرمایید آقا سلمان تشریف دارن سلام علیکم من رئیس دفتر حاج آقا سلمان هستم بفرمایید اگر گرفتار نیستم میخواستم باشون صحبت کنم استغفر الله نعوذ بالله چه گرفتاری؟ حاج آقا توی جلسه هستن بله برادر سلمان توی جلسه هستن شما؟ من ماندگار هستم حاج خانوم ماندگار خواهر ماندگار بده من گوشی الو الو حاج فوزولی ها بدونم گوشی رو بده به من الو کوروش نگاش کن گوشی رو بده به من اوی. حتما صحبت کنند یا یه لحظه گوشی رو نگه دارین یک موزیکی از شما پشت خط بشنوید تا شما با اون دکتر نسبت ندارید بده به من گوشی دیگه دست به تلفن من نمیزنی ها بفرمین الو سلام آقا سلمان ببخشید مزاحم جلسه‌تون شدم چون شما به حرفای من اهمیت نمیدین اتفاقا من دقیقا اهمیت میدم به خاطر همینم است که جواب تلفناتون رو نمیدم ببینید خانم ماندگار گوش کنی یه لحظه گوش کنی ببینید من چی میگم سهیل اذیتش نکن. بله. لا 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 برادر سلمانم بله. ولی خب میدونی کوروش ازدواج زوده براش. نی جلوی پیشرفتشو میگیره. خدا رو چه دیدی امسال یه گنج. شاید سال دیگه دو تا گنج، سه تا گنج، قصر. این مانع پیشرفتش میشه. من نمیدونم هدف شما از این همه تماس چی هستش ولی احساس میکنم که اشتباه گرفتی ولی من شماره رو درست گرفتم شماره دانشجوی نمونه سلمان شیرزاد نه شماره رو که درست گرفتین مخاطبتون اشتباه گرفتین فعلا خدافظ آقای مسئول دفتر یادت باشه دیگه به گوشه من دست نزنی ها بی خودی هم خوشحالی نکن حالا حالا ها مونده باشه چرت و پرت نگو سوی کوروش من امشب باید برم خونه دیشبم نرفتم نگران میشم باشه ولی فردا صبح حتما اینجا باش چی بهشون بگم نمیدونم بگو میخوایم بریم مسافرت بگو میخوایم با چند تا از بچه ها بریم شمال یه چیزی بهشون بگو ولی فردا صبح باید اینجا باشی میخوای من بیام باشون صحبت کنم واقعیتو بگم یه گنج یه سری بچه ها ما داریم همکاری میکنیم گنج پیدا کنیم بگم که التماس دعا داریم شاید شما دعا کنین زودتر ما گنج پیدا کنیم سوه یه دونو بهت میزنم پرچی تای حیاتا خیلی خب بحث نکنیم ولش کن در حصورت فردا صبح زود باید اینجا باشی بعد پنجونیم صبح اینجا باشیم که اول بچه ها رو برسونیم فرودگاه بعدش هم کار خودمون رو شروع کنیم خب؟
سلمان. بله. بشین، باهات کار دارم. اجازه بدیم میرم، شب برمیگردیم با هم صحبت میکنیم. دیر میشه، الان باهات کار دارم. آخه بچه ها پای منتظرن. به جهنم. چیه بابا، چی شده؟ چیه؟ دانشجوی اول رشته ریاضی فیزیک که را به را پنج تا پنج تا دعوتنامه المپیاد براش می اومده، حالا توبیخ نامه براش اومده. شما که خبر نداری حاجی. کی گفته خبر ندارم؟ ها؟ فکر میکنی حواسم به بیحواسی تو نیست؟ شیشتونگ با هاتم آقا سلمان. فقط گفتم بزرگ شدی، آزادت بگذارم، دانشجویی، یه خورده تجربه کنی. سنگ تجربه میاد میخوره پس کلت، اب نداره، به درک، خرج چهارتا بقیه است. اما هیچ وقت فکر نمی کردم یه روزی کارنامت رو مثل جیگر زلیخا بندازی جلوی من که اصلا دیگه نشه جمعش کرد. اینایی که شما میگی اون چیزایی نیست که تای دل من میگذره. همه این حرفا قشنگه، اما آخرش ما بچه سهمیه و بون و پارتی بازی پشت صحنه ایم. هیچ کسی یادش نیست که من نفر صدام کنکور شدم. هیچ کسی یادش نیست که من 3 سال پشت همین کنکور لعنتی درجا زدم. چرا؟ چون حاج قاسم خوشش نمیاد که سلمان از سهمیه دانشگاه استفاده کنه. سهم من از بابای بسیجی چیه؟ تو بگو بابا، سهم من از بابای بسیجی چیه؟ زخم زبون آدمایی که میتونستن یه روزای بهترین رفیقام باشن، اما حالا فکر میکنن که با من خیلی فرق میکنن. اونا دنبال یه عکس میگردن از شما که ریش نداشته باشی توش. زندگی من از دور دل میبره و از جلو زهله. اینا همش بهونه است. اگه جای من باشی چی کار میکنی؟ زیر نگاه چپ و چوله مردم بعضی وقتا له میشم، 100 بار میمیرم و زنده میشم. اما من که جای شما نیستم بابا. خب نباش. شاید اصلا نخوام جای شما باشم. اما آدم باش. باشه. بسیجی نباش. اما آدم باش. این حرفایی که زدی هیچ کدوم توجیه خوبی واسه این که تو برگه امتحانی تو سفید مثل صورت میت تحویل استادت بدی نیست. با اون هم دستت. دست شما درد نکنه آقا حسین.
از بی‌حواسی ما بد خبر آوردن برای شما. بی‌حواسی ما جای دیگه است. آقا سلمان، بهت گفتم مواظب باش ضرب فنی نشی. آره بابا یادمه، اما قبلا هم بهم گفته بودی اگه تو گود وایسادم از هیچی نترسم، از هیچی. الان وسط گود وایسادم بابا، اما میدونم دارم چی کار میکنم. شما درست میگی، همه این حرفا بهانه است، اما تنها بی حواسی من شما این که ذره ذره جلوی چشام دارین آب میشین. ما لایق باشیم مثل شما باشیم. تو دیگه بابام نیستی، رفیقمی، اما بابا جون تو گوشم بزن، اما مثل بقیه بهم بهتون نزن با زخم زبون همدستای ندیده. من هر چقدرم که بی حواسی بکنم حرمت نمیشکنم. سلمان از سهمیه دانشگاه استفاده کنه. اونا دنبال یه عکس میگردن از شما که ریش نداشته باشه. اما من که جای شما نیستم بابا.